سلام به همه، امیدوارم که حال همتون عالی باشه. متاسفانه امروز صبح تو کلاس نشسته بودم، دیدم خبر مرگ همسر یوسف تیموری، دیدم خیلی ناراحت شدم و داخل استوریم هم گذاشتم. و ماجرا از چه قرار بود؟ مثل اینکه قبل از عید همسر آقای یوسف تیموری فوت کرد، اما ایشون چی میگم مثلا نگفتم، همه این مثلا موضوعشو رسانه ای نکردن. دوست دارم بریم اول از زبان خودشون بشنویم این ماجرا رو، بعد برگرد. دوستان عزیز، متاسفانه مادر آرمین، مادر فرزند خوندم، بر اثر سرطان درگذشت. این اتفاق زمانی افتاد که همکار نازنین زهره کوهسبور از دنیا رفت. خب من موقع همکارا و فامیل و یه سری دوستان متوجه شدن، خیلی ابراز ناراحتی کردن. ولی دوست داشتم تو حال هوای عید است توی پیجم به شما انرژی منفی بدم و در اون موقعش بود که بهتون بگم روح همه کسایی که دیگه بین ما نیستن و سال قبل از بین ما رفتن شاد باشه و اینکه انشاءالله اتفاقای خوب توی زندگیتون بیفته. و برای من دعا کنید، چون چه این اتفاق میفته چه نمیفته، آرمین تا آخر عمر فرزند من هست. فقط دعا کنید که بتونم از پس این مسئولیت به خوبی بر بیام. و خب الان میخوایم بریم ماجرای که اصلا چجوری همسرش به سرطان مبتلا شدن و چجوری خودشون فهمیدن کلا داستانو، بریم با هم از زبان خود آقای یوسف تیموری بشنویم و بگم. اپل صداش میکنم. یادم از اونکه اینجا رفتن، حالا به تصمیم خودش دوام میخوام برم، درگیر این رفت اونجا آزمایش، درگیر سرطان شد. مثل خدا رحمت ماک یه دفعه میگه یه چند سال درگیر یه دفعه افتاد، یا خیلی از سرطانه که دفعه وقتی میگه یه جایی چیز بعد این شیش ماه آخر بشه تو جاب بید. یعنی دیگه با آخر من دیگه نمیشه صحبت کنم، تلفن نمیتونست بشه صحبت کنم. یه چی برم راحت همین که نمیشه که رفتی شاید. آره واقعا واقعا خیلی دوست داشتنی بود. من یادمه که خب اون زمان ایران بودن، پروژه‌ای که ما حالا با هم کار می‌کردیم و میومد سر صحنه. آره. تو تولدش بودیش، شب تولدش گرفتیم سر صحنه. چقدر دوست داشتنی، چقدر مهربون، چقدر واقعا نمیدونیم حکمت این رفتنا چجوریه، خداوند میدونه. ولی حتما که جاش بهشته، چون مادر خیلی خوبی بود. مهمتر از هر چیزی من یادمه که چجوری خودم با چشمای خودم دیده بودم که چجوری آرمین رو در واقع تیکر میکرد و مراقبش بود و اینها. و برای تو هم چون خواسته بودی توی استوری که گذاشته بودی که دعات بکنن مردم که بتونی از مسئولیت سربلند بیرون بیای، واقعا صمیمانه چون میشناسمت، میدونم چقدر مصری روی یک مسئولیت که میپذیری و منظمی و قوی هستی، مطمئنم که از پسش برمیای و میتونی یک پدرخونده خیلی دوست داشتنی برای آرمین باشی. و روح عقل عزیز هم در دل 2759 نفر بازم ازت تشکر میکنم که با اون شرایط روحی، چون به من قول داده بودی و وعده کرده بودیم که در استودیو برنامه هفت باشیم، اومدی. و اینکه همون روز صبحش در واقع خبر به تو رسیده بود و اونجا که به من گفتی یادته دیگه، من اصلا خودم هم منقلب شدم که با همون حال رفتیم اونجا جلوی دوربین و خودمون جمع جور کردیم و برنامه رو ضبط کردیم. و گفتی اونجا که چون عیده، یعنی من کاملا به خاطرم هست که من گفتی چون عیده مردم دارن شاد میشن با یه سری برنامه مثل جوکر و اینها. آره نمیخوام خبر خارج شب پایان رسید. این پیج اینستاگرام ماست، خوشحال میشم که اونجا ما رو دنبال بکنید و از ویدیو ما حمایت بکنید. عطای قلموستون دارم و دوباره به ایشون تسلیت میگیم و تا آخر ویدیو بعدی میبینم به تو. فعلا خدا نگهدار.